سلام دوستان عزیزم من حمید رضا عباسی هستم از آکادمی آموزشی دستایل با یک آموزش رایگان دیگر هم راهتون هستیم و میخوایم ببینیم که به چه شکل میتونیم صحنه هایی رو به این شکل خلق کنیم و رندر بگیریم تکنیکی که میخوایم امروز یاد بگیریم مدرسازی اینوایرمنت، حالا کوه دشت که به چه شکل میتونیم در تیر دی مکس هایی از این قبیل رو انجام بدیم و رندرینگ رو ما در نرفتار لامیون انجام بدیم نورپردازی رندرینگ و چمنی که روی این کوه قرار داره رو به چه شکل می‌تونیم شبیه‌سازی کنیم خب برای شروع من وارد نرفتار تیر دی میشم. ببینید ما در 3D Max یک تکنیک مدل داریم که با استفاده از یک عکس که حتما هم این عکس ما باید گری اسکیل باشه سیاه سفید باشه میتونیم روی مدلمون جزئیات و دیتیل اضافه کنیم الان ما امروز میخوایم به راحتی محیط و انوایرومنت خودمون رو مثل کوه مثل دشت و با استفاده از تصاویرهایی که شما از اینترنت حالا میتونید به راحتی سرچ کنید مپ های انوایرومنت یا با استفاده از اون مپ های گری اسکیلی که توی سایت های مختلف میتونید این مپ ها رو را به راحتی دانلود کنید میخوایم مدل سازی این کوه رو انجام بدیم خب به چه شکل ببین برای شروع من یک پلین توی صحنه ایجاد میکنم اوکی خب خوبه و بعد میام در مادی فایلیس بخش بندی هاش همونطور که مشاهده میکنی 150 در 150 گذاشتم و بعد اینو حالا اسکیل هم میکنم که یک میزانی بزرگتر هم بشه خب خوبه و بعد حتی بخشمندی رو باز هم بیشتر میکنم دیویس در دیویس میذارم و بعد میام از قسمت مادیفایلیس مادیفایل دیسپلیس رو نسبت میدم مادیفایل دیسپلیس در تیر دی این قابلیت رو به ما میده که ما با استفاده از یک مپ بتونیم دیتیل و جزئیاتی رو به مدلمون اضافه کنیم به این من مادیفایر دیسپلیس رو نسبت میدم به این مدل پلین خودم و بعد از قسمت بیتمپ نانو میزنم و بعد میرم برای لود کردن بیتمپ میام در قسمت حالا سرچ هایی که قبلا من زدم میام این قسمت میبینید که اینجا من انواع اقسام مدل های مپی که برای این وایرومنت من اینجا گرفتم حالا از سایت های مختلف مثل سایت تانگرام و هایلایت مپر یا سایت هایی که توی این زمینه شما میتونید استفاده بکنید به راحتی میتونید مپ های از این قبیل رو دانلود کنید فقط دقت داشته باشید که حتما باید گریسکیل باشن سیاه سفید باشن که وقتی ما اینو به مودیفایر دیسپلیس نسبت میدیم به راحتی اون دیتیل ها روی سطح مدمون ایجاد بشن فوق العاده است دقیقا داشته باشه که رزولوشن بالایی داشته باشن خب حالا من برای شروع میام از این مپ استفاده میکنم و اینو اوپن میکنم و بعد از اینکه اینو اوپن کردم از قسمت گزینه های دیسپلیس اینجا استرنج ما داریم که قدرت رو اینجا میتونیم تعیین کنیم من F4 رو میزنم که اج های خودم رو نبینم و بعد اینجا میزان استرنج رو وقتی من زیاد کنم بر اساس دیتیلی که سفیدی که روی خود تکسچرمون قرار داره این دیتیل روی خود مدلمون اضافه میشه ببینید که چقدر عالی ما اینو دقیقا در راحتی شبیه سازی کردیم حالا در گام بعدی من خب خوبه نیاز ندارم که دیگه روش بیام ادیت خاصی دیگه انجام بدم یا زیان ارتفاع رو میتونم بیشتر کنم حالا میتونید باز تغییرات رو اعمال بکنید اگر خواستید باز بیتمپ های مختلف رو تست بکنید یا میتونم از قسمت گزینه بلری ای که اینجا دارم یک میزانی من بلر کنم هرچی بلر کنید اون مرز بین تیرگی و روشنایی که روی خود مپتون قرار داره تارتر میشه و باعث میشه دیتیلاتون این لبه ها نمتر بشن خب خوبه من تغییرات روی این اعمال نمیکنم دیگه. میریم برای اکسپورت گرفتن که داخل نرمسار لامیون بازش بکنن برای اکسپورت گرفتن شما نرفسار لامیون میتونید با فرمت FX یا اون فیلم باکس هم خروجی بگیرید یا میتونید به صورت OBJ خروجی بگیرید خب من میام در قسمت فایل اکسپورت و اینجا اکسپورت رو میزنم دکستاپ حالا من مثلا میذارمش M underscore cf و بعد FVX هم اینجا ذخیره بشه سیبش. تنظیماتش تغییر نمیدم همون پریستش باشه به صورت دیفالتش و اوکی میکنم وارد افزار لامیون میشم و میبینید که من اینجا یک صحنه خیلی ساده حالا باز کردم صحنه خود آمادهش و بعد برای لود کردن مدل داخل افزار لامیون شما میتونید بیان در قسمت ایمپورت ایمپورت رو بزنید و بعد مسیری که میخوان حالا اینجا من فایلم رو روی دکستاب ذخیره کردم و اوپن میکنید و به راحتی فایلتون باز میشه دقت داشته باشید که مدلی که وارد میکنید اسمش فرق داشته باشه با مدل هایی که قبلا در نرم افزار لامیون باز کردید و بعد من اوکی میکنم و زوامو کم میکنم اینه که به راحتی مدلی که من اونجا انجام دادم و راحتی اینجا لود کردم حالا من اوکی میکنم و تا زمانی که شما حالا اسکیپ نکنید این میتونید که توی صحنهتون این مدل رو کرییت کنید من اسکیپ رو میزنم و بعد مدلم رو انتخاب میکنم میتونم بیام از قسمت گزینه هایی که اینجا داریم بیام اینجا سلکت بزنم با هاتکی سلکت کلید M و سلکت کردم میتونم بیام در قسمت موف آپ به سمت بالا و پایین تغییر بدم خب خوبه حالا من میام تو یک زاویه که مد نظرمه میتونی با علامت های W دقیقا همون علامت هایی که روی کیبورد قرار داره که زمانی که گیم بازی میکنید استفاده میکنید میتونید کنترل کنید زاویه دید خودتون رو در نرسال لامیون خب در مرحله بعد حالا من باید بیام تکسچر خودم و متریال خودم رو به این کوه خودم اعمال کنم و اون چمن ها رو روی این کوه ایجاد کنیم به راحتی میتونید بیان در قسمت متریال و بعد مدلتون رو انتخاب کنید و بعد بیان در قسمت متریال ها در قسمت تریگراس و یک مدلی رو حالا چمنی رو من میخوام اینجا انتخاب کنم میتونم بیام حالا این مدل چمن رو انتخاب کنم میبینی که سایزش خیلی بزرگه دبل کلیک میکنم میرم وارد گزینه های این چمنم میشم و بعد میتونید اینجا رنگش رو تغییر بدید میتونم گراس سایزش رو تغییر بدم چقدر میتونی کنترل داشته باشید روی جزئیات گرفت لند فشو میتونید تغییر بده ارتفاع چمنتون رو به راحتی خب کافیه من اوکی میکنم و بعد زاویه رو دیدم و به سمت پایین تر میارم و بعد در مرحله بعد میخوام بریم سراغ بحث رندرش و خروجی گرفتن من میام در قسمت فوتو فوتو رو میزنم حالا تو همین زاویه یک دوربین ایجاد میکنم کلیت میکنم و استوک کامرا ایجاد کردم توی همین زاویه که میخوام حالا میتونید از خود استایل ها و حالت مثلا ریالستیک خود لامیون استفاده کنید برای نور پردازی یا خودتون میتونید کاستوم استایل رو بزنید خورشید اضافه کنید کار کارکشن ها رو اضافه کنید مدل های مختلف رو اضافه کنید و تغییرات رو اعمال کنید و من از حالت ریالستیک استفاده میکنم و بعد در قسمت رال و اینجا میتونم خود آسمون اما و زاویهش رو تغییر بدم با خورشیدم که دقیقا از کدوم زاویه نور من تابیده بشه خب خوبه و بعد به راحتی الان من میتونم رندر فوتو رو بزنم و توی همین زاویه که میخوام با ابعاد رزولوشنی که میخوام خروجی رو بگیرم حالا میام اینجا یک اسم دیگه میذارم حالا مثلا underscore سف دو و اوکی میکنم صبر میکنیم رندرم بگیره و به راحتی شما میتونید خروجی خودتون رو بگیرید از صحنتون دقیقا به اون شکلی که مد نظرتون هست امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه موفق و پیروز باشید